دست شما درد نکنه. خسته نباشی خانم. خانما شما هم خسته نباشی اسدالله خان. عقلون خوبی بود، آبرومندانه برگزار شد. هیچکی نمیتونه بگه برای بچه هام چیزی کم گذاشتم. هیچکی الحق سنگ تموم گذاشتی. حیف که آبجی مولودم نبود. از آبجی مولودت نگو که خب مریض بوده نتونسته بیاد. مریض مصلحتی. آبجی مولودی که من میشناسم بالاخره یه روز زهرشو به من میپاشه. آخون با شما چی کار داره؟ نیش عقرب نزره کینه است. زهره دخترش هم دستبند اونو دستش کرده. خب الحمدلله بچه ها بزرگ شدن، دخترها رفتن سر خونه و زندگیشون، پسرام سر و سامونی گرفتن. بگو ماشالله، بگو ماشالله. ما استخون آب کردیم تا اونا استخون ترکندن. بگو ماشالله. ماشالله. خب حالا دیگه با خیال راحت میتونم سرمو بذارم رو زمین و غزل رو بخونم. وا تو رو خدا این حرفا رو نزن، زبون تو گاز بگیر. خدا سایت رو از سر بچه ها کم نکنه. میگم یعنی نه خیلی ماما اینجور برای من زیاد بکشیم. من خیلی دوست دارم. خوشبوه بابا رود کوچیکه رود بزرگر خورد. آخه من که مردم از گشنگی. آخه نمو مصطفی کی میاد؟ الانه که بوغلمون از توالین بپره بیرون. بس که انتظار کشید تفلی. الان پیداشون میشه. اینقدر قر نزن شیکمو. دیشب بهشون گفتم دیر وقته، شب همینجا بخوابین. داداش مصطفی گفت آذر تو خونه راحت تره. آقا دوماد اقلا تو نمیذاشتی برم. هرچند حقم داره، دوماد صرف کیلومتر هستی با صاحب خونه. پاشو اومدن. آره خودش نمون نمیخوان. چه فایده بغلمونه پرید بیرون. صاحب خونه ما اومدیم، تنه تنه نخوریم. بله اما مصطفی رو باشه. نمیاد؟ همه منتظرن؟ اومده. به سلامتی عروس خانم یک کف مرتب بزنیم. چرا اینقدر دیر کردین؟ این آقا گشنگی مخ همه رو خورد. بیمزه. قاصر جون اونجا بده، بیا برو پیش آقا جونم بشین. آره بیا پهلوی من. راحت بشین همینجا خوبه. بیا بیا اینجا، بیا پهلوی من بشین. خیلی ممنون همینجا خوبه. بیا این بالا بشین. هر جا دوست داریم بشینیم. بشین. جلال. بله آقا جون. اون قابلمه حلیم رو بذار جلو عزیزت. چشم آقا جون، چشم. آخیش ماموریتی خوبی بهت دادن. عزیز جون بذار همینجا. اول یه بشقاب واسه من بکش. باشه باشه. خوشمزگی نکن، برو بشین سر جا. چشم آقا جون، چشم. اول برای عروس کوچولوی خودم. عزیز جون چند بری؟ بابا واسه ما هم بمونه. بیا مادر اینو دست به دست بدین به آذر جونم. بفرم.
نوبت ما باشه ما شاید باید بو بکشه. دست شما درد نکنه. نوش جونت مادر، بخور بازم هست. الان برای تو هم میریزم مادر، الان برای تو هم میریزم. صبر کن عزیز جون، هلی برای من بگیر. چشم چشم. قاشقشم بدی. واسه عروسی ما که حالی نداره. چشم بفرمایی. بفرمایید. دست درد نکنه زن داداش. بفرما داداش. بفرمایید. به به چه عطری. آخر به ما نمیرسه. داداش از علیاشی گرفتی؟ آره. چطور مگه؟ یاد اون روزا بخیر. آی گفتی. نوش جون. تا اومدیم حیاتو جمع و جور کنیم آقا برد. نوبت کیه؟ دست در نکنم. خوشمزه هست. اینم برای زهر و جون خودم. بفرمایین. بفرمایید زهر جون. دست شما درد. با خدا مرگم بده زهر جون، الان برات میکشم مادر. عزیز یکم هم دارچین بریز روش. بیا دخترم بسه. میگم ما فکر کنم شب باشی. اکبر آقا چقدر چرب چینی میخوری؟ بابا بخوری نه ترسی نوش جونتون. زن داداشون دارچینه بده من. داره که توش. نه آخه کمه. خب معصوم خانم بفرمایید نوشه جون کنید. حلیمش خوشمزه است. نوشه جونتون. آذر جونم هم که داره. هر کی میخواد بگه بازم تای قابلمه هست. بخوریم بابا بخوریم. بفرمایید. میبینی این بالا بچه را بردم. خدا بعدش به خیر کنه. اینو بده داداش ناصر. بله دیگه همه فعلا از داداش ناصر پذیرایی میکنن. زن علی بخور بابا. چیه جلال چرا صدات در نمیاد؟ دهنم بندم جون. میبینی که الحمدلله وقت خوردن از زبون میفته. بازم به من که وقت خوردن عموم میدن. تو چی که دم به ساعت نیش میزنی؟ جلال غذا تو بخور. چشم رو جفت چشم عزیز. باشه. چقدر میخوری؟ چه خبرته؟ وا سر سفره آقام نشستم نمیتونی ببینی؟ مهری؟ میگم اکبر خوش بالت بسر. چرا؟ چرا شو بعدم بهتون شد؟ جون من همین الان بگو. بسر تو خیلی خوششانسی. بیتت برده؟ نه. آره؟ پس این آقا ناصر رو چی میگی؟ ناصر آقا اولندش که تازه اومده قاطعه. جلال بس کن دیگه. بسه. چشم آقا تو. چشم. داداش تو هم بیکار بودی یا؟ دیگه نمیخوارین آقای محمدی؟ شما که علیم دوست داشتیم. خیلی ممنون. راستش زیاد خوردم. میترسم برم سر کلاس نفسم در نیاد. عروس خانم گلم بلند شو برو یه چایی برای من بریز ببینم بلدی. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ به خدا بلدم چایی بریزم. میدونی. خب حالا معلوم میشه. بفرمایید امو. دستت درد نکنه. نه بدک نیست. نه پرملاته نه کم مایه. انشالله بعد از عروسی چایی و ناشتایی با تو. با من؟ آره پختن نهار با زهره شامم با زهرا. ولی آذر جون قربون شکلت برم یه دونه چایی هم به زنم اوت بده. حالا که میری
یکی هم واسه مامانت بیار، یکی هم واسه بابات. ببینم مگه شماها کار و زندگی ندارین؟ پس چرا نشستین؟ آره با معطل چی هستین؟ پرده رو بکشیم. بلند شو. بلند شو اینا. همون جون خدا بس. خدا حافظ. به سلامت. به سلامت. بخوریم با اجازه همگی. خدا به همه. ما رفتیم شما میل بفرمایید. خوش آمدید. آی محمدی یه دقیقه وایسا. ناصر نمیریم؟ چرا؟ الان میریم. بده به بابات. کجا میخوایم بریم؟ میخوام برم شرکت عمو جون. حالا چرا با این عجله؟ دو سه روز مرخصی میگرفتی؟ آخه کارام مونده، چند روز نرفتم دیگه. عیبی نداره، من به پرویز میگم، خودشون میدونن عمو جون. دیگه یواش یواش باید کارو ول بکنی بیای بشینی تو خونه پهلوی زنمو. ولی ولی نداره، تو دیگه خونه و زندگی داری، کار تو از این به بعد خونه داری. آخه میدونی آذر جون، تا دیرت نشده برو مادر. ناصر جون، آقا محمدی تو حیات منتظره. خدافظ. خدافظ. خدافظ عمو جون، زود بیایم. خیلی به هم دیگه میان. خب دخترم و پسرم اومن دیگه. عقد کنون خوبی بود، مرتب و با قاعده. خیلی ممنون. قدر آقای وایزیان رو بدونه، پدر خیلی خوبیه. ما که مخلصشیم. چیه آذر خانم؟ هیچی نیست، فقط یکم سرم درد میکنه. آقا بایتی حال بدونم. بده این بر حالا بدون بر آقا جانم. آه خوبه. خلاصه شکم موسا جاد خیلی خالی بود. رضا خپل، عباس قنات، حسن کفی، شاطر قلوم خودمون. آقا میتی. آره با آقا میتی گلمون. همه اومده بودن. یه چیزی بذار جلوش بچه. چشم. الحق موسا آقام یا کاری نمی کنه یا وقتی هم می کنه سنگ تموم می زره. خدا سایه‌اش هر روز سرتون کم نکنه. لطف داریم آقا جلال. جان جلال، این ماشین رو زودتر رو براش کن، این نوندونی صاحبشه. چشم و سارو تخمه چشا. قربونه تو. خوبه پسر، خوبه. بشکا مواظب باش، من یه استاد بزنم ببینم چطوریه. باشه. پس سویچش کو پسر. اه 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 الان میارم. بجام سلام آقا اصلالله، مبارک باشه. سلام، قربون شما. سلام علیکم. سلام علیکم، خسته نباشین. مبارک باشه. قربون شما. سلام اصلالفم. سلام علیکم، به به، خسته نباشین. سلام علیکم، چطوریم؟ چطوری خوبه؟ سلام علیکم. سلام آقا تو. خوش اومدی. شب نیومدی، به جون تو انقدر دلنگرون شدم که حد نداره. والا حقیقتش اینه که میخواستم بیام، دمدمای را افتادنم که شد این قلب بی پیر شروع کرد به ریب زدن، راستش ترسیدم. ای بابا، ای بابا. اما شنیدم جشن مفصلی گرفتی. قابلی نداره اوست محمود، ما اون چی که از دستمون بر اومده واسه این بچه ها کردیم. میتی بله آقا. بیا این شیرینی رو تقسیم کن برای اوست محمود و خودت و بقیه بچه ها. چشم، خدا نگرشون داره. من فکر میکردم شما امروز نمیای و خونه میمونی و استراحت میکنی. بمونم استراحت بکنم؟ اگه یه دقیقه از اینا منفک شم معلوم نیست چه بلایی سرشون میاد. من باز تا آخر عمرم هوای اینا رو داشته باشم. نه اینجورام نیست، اینجورام نیست آقا اسدالله.
تو بهشون میدون نمیدی و الا بچه های قرصی هن ماشالله. اگه بهشون میدون دادم و تو زرد در اومدم اون وقت چی؟ من نگفتم ولشون کن، گفتم هواشونو داشته باش، اونام بذار کار خودشونو بکنن بابا. چشم، حالا ببینیم چی میشه. جلال. بله آقا جون. شغل کار میکنی، فرض باش بچه. بنا باست ممون. دست شما درد نکنه آقا جون. این ماشین هنوز تموم نشده؟ تا عصری تموم میشه آقا جون. بجام، بجام. بفرم. بابا چطوره؟ خوبه. بد نیست. سلام میرسونن خدمت. قرار دکترش مثل این که هفته دیگه است. بله. ببین روزش که معین شد به من خبر بده، بیام دنبالش ورش دارم ببرم. نه دیگه شما زحمت نکشید، خودم میبرمه. چی گفتی؟ هیچی، گفتم چش هرچی شما بگین. ها برو زودتر بین بچه ها تقسیم کن. بودو ببینم. بودو مهتی یه پیشگوشتی بیار ببینم. اونم چش. بابا این آچارها رو که اینجا نمیذارن. الان مهتی میاد برمیداره. مهتی خودت باید ورداری، اینقدر سر به هوا نباش عزیز من. خب باش کار میکردم بابا جون. خوب نگاه کن، ببین چی ساختم. سیف محکم، چند سال تکون نخورده. چی میخوای بگی؟ یه نگاه به دوربرت بنداز. خواه. من که بعد تو رو نمیخوام مرد. نالوتی بعد یه عمر رفاقت دندون تیز کردی واسه خونه من؟ بابا پس تو کی میخوای دست از این خونه کلنگی ورداری؟ خرابه، تو که تاقش میاد رو سرت. واسه خودت میگم تاقش میاد رو سرم، مال خودم. یه روز میبرمت سر ساختمون، ببین چی ساختم. صف محکم عین فولا. باریکلا. ببین دوست داشته باشی با تاختم میزنم. حرفشم نزن. خودانی ببینم یه تعارف خشک خالی هم نمی کنی بیایم خونت. مرد چجوری هست؟ میترسم تعارفت کنم بیای تو خونه تاق رو سر تو خراب بشه. باشه یه وقت دیگه. رو حرفای من فکر کن، هر وقت به نتیجه رسیدی من در خدمتتم. گوشت مامانه؟ آره بابا جون. آره سلام. خسته نباشی. سلام زهرا. سلامت باشی خانم. بله. ربا رو تو شیشه کردی؟ بله. برای آقای محمدی یه شیشه شو بذار کنار. اونا برای خودشون شیشه پر کردن گذاشتن، دیگه احتیاج نداره من براشون بکشم. برای آمیرزا و سید و اسم محمود هم بذار کنار. بله بله، برای اونا هم گذاشتن. دست درد نکنه، تو رو میگن خانم خانوما. اینجا باید لوس را آویزون بشه. هر جور که سلیقه خودشونه همون جور میکنن. سلیقه خودشونه یعنی چی؟ بازم شروع شد. اینجا باید لوس را آویزون بشه. اسدالله خان شما که آذر خوب میشناسی، مثل عروسای دیگمون نیست. ها. نه به مظلومی زهره، نه به چش سفیدی زهره. همین، بذار آذر به سلیقه خودش اینجا رو مرتب کنه. بذار هر چی میخواد بخره، هر جا میخواد بشینه. شاید آذر دلش نخواد بیاد توی خونه زندگی کنه. نخواد چی کار کنه؟ مثلا گفتم آذر یه دختر تحصیل کرده است. خودش چی؟ چی؟ بذار خورده کاری های اینجا تموم بشه، یه مهمونی خودمونی میگیرم آذر رو میارم. لازمم نیست دستک و دنبک را بندازی. خانوم کفگیر به ته دیک خورده، میفهمی؟ اونا
میگفتن که شما کی؟ من؟ چرا اینجوری میکنی مادر جون؟ یعنی من میخواستم بساط اخکنون رو به هم بزنم؟ کی این حرف رو زده آخه؟ لابد شما به کسی چیزی گفتین، اونم رفته به گوش آقا بزرگ رسونده. به کی چی گفتم؟ آخه به کی؟ تو گفتی بچه در خونگاهه، نکنه ببینم، نکنه شوهر اون فخریه بوده؟ فخری؟ آره دیگه بابا، همونی که سر کوچه منزلمون سلمونی داره، قاسم دخوا دیگه. اون از کجا از این چیزا خبر داشته؟ اصلا همه اینا زیر سر تو بر پریده است. من؟ آره ببین، فخریه یه روز اومده بود اینجا، تو هم بودی، چون که دهنتو وا کردی از آذر گفتی اینجوریه و اونجوریه و هزار تا حرف زدی. خب اونم رفت و به شوهرش گفت، شوهرم صاف رفته برده گذاشته کف دست یارو. پدرش در میارم، میدونم باهاش چیکار کنم، وادارش بکنم که مغر بیاد که از سر سیری این حرفا رو زده. عبدالله خیال میکنه که من میخوام بساطشو به هم بزنم، اونم اینجوری. خب اگه من میخواستم باهاش در بیفتم، تا حالا 100 دفعه دودمانشو به باد داده بودم. اگه قرار بشه من باهاش در بیفتم، ازش خورده برده ای ندارم، آتیشی به پا میکنم که تر و خوش با هم توش بسوزم، حتی اگه قرار باشه توی این آتیش خودم جز خاله بشه. مامان جون، حالا که همه چی تموم شده شما دنبالشو نگیرین دیگه. ده مگه من میذارم؟ مگه میشه؟ حالا عبدالله چی میگه؟ اون خیال کرده از ناحیه منه؟ باد تو دماغش انداخته؟ خیال کرده که جلوی من وایساده؟ مگه میشه؟ مگه من میذارم؟ حالا میبینی حالیش میکنم، خیال کرده. تو هم الهی ور بپری. من چرا؟ تو نباید طرف خودتو جلوی غریبه ها بزنی. پس تو کی میخوای خود عقل پیدا کنی آخه؟ اه. از این حرفا گذشته، از اخکنون بگو چه خبر بود؟ چه خبری میخواستیم باشه؟ خطبه رو خوندن تموم شد، نه چک زدن نه چونه، عروس اومد تو خونه. بی خود نبود که عبدالله عدل دستش گذاشت رو آزه. چای تو بگیر. خب عروس به این مفتی که گیرش نمی اومد. مصطفی که مثلا پدر عروسه، خب کاری که نیست، هرچی از دلا بگه اونم قرقره میکنه. معصومم که قربونش برم. خب معلومه، ولی مامان آذر مثل من نیست، اون از اول داره حرف خودشو میزنه، خیلی یه دنده است. فکر نکنم آقا بزرگ بتونه رامش کنه. از دلایی که من میشناسم، نخه اون یه الف بچه حریفش نیست، مگه این که مگه این که دختره رو پروبالش بدن. یعنی چه جوری؟ پاشو آباتیش قدیون رو عوض کن، بیا تا بعدن برات بگم. Thank you.
سلام داداش. سلام علیکم. سلام عمو جون. سلام. سلام. سلام مسعود جون. چطوری عمو؟ خوبم. قبول باشه. قبول حق. خسته نباشی. سلامت باشی. ماشین چطوره؟ لنتاشو کوبیدی؟ آره، عمو یکی دو روزی که دنده سیش زوزه میکشه. آره. خب حتما برنجش کچل کرده. نمیدونم. بس بیاریش ببینم. فردا بیاریش یه سردم گاراژ یه نگاهی بهش بندازم. باشه. آقام اومده دو دارم. نه هنوز. برم یه سلامی به عزیز بکنم نگه دیر. آره بابا. تفلی عادت کرده همیشه نگران ما باشه. مسعود. بله. مرضیه. بله بابا جون. بابا بیاییم برین تو. باش. سلام عزیز. سلام. سلام مادر. خسته نباشی. چرا دیر کردی؟ یه مسافر دروسی داشتم، یه آدرس داشتم، اون تهرون زیر پا گذاشتم، بالاخره هم پیداش کردم. آقا کجاست؟ رفته زورخونه با مرشد کار داشت. آه. چای میخوری؟ چرا نمیخورم؟ الان میریزم برات. مادر. آقات برات وقت گرفته. وقت چی؟ دکتر. میگن چه دکتر خوبیه. شما هم ولکن نیستینا. اگه قرار بود بشه تا حالا شده بود. ای مادر این حرفا چیه؟ کسی چه میدونه خدا چه حکمتی داره. بیا بیا بشین چایی بخور. فعلا که قربونش برم حکم کرده که ما انتظار بکشیم. مادر تو قلبت پاکه، زهرام همینطور. من مطمئنم که بچه دار میشی. فقط ترسم از اینه که نکنه زیادی بچه دار بشی. چه فکرهایی میکنید عزیز؟ خب آره کی بریم؟ کجا؟ خودت گفتی. یادم رفته بود. فردا عصری. باشه باشه. عزیز من خیلی گشنمه. الان آقات که اومد صداتون میکنم بیاین شام بخوریم. چشم اتواعد میشه امری نیست؟ نه با اجازتون. بفرما. سلام. سلام. خسته نباشی. چرا؟ حتما میخوای بگی چرا دیر اومدم. آره تو که باید بدونی دیر اومدن من همیشه یه دلیلی باید داشته باشه. دوری راه مسافر، خرابی ماشین، گیر کردن تو ترافیک، شلوغی شهر. شغل ما نه جا و مکان معینی داره نه ساعت معینی داره. یه صد این کله شهر، یه صد اون کله شهر. آخر سرم نه هر جا باشیم دیر یا زود سرازیر میشیم طرف خونه. خب این دل واپسی داره. همه اینا رو میدونم اما چه کار کنم؟ دست خودم نیست. این ساعت ها که میشه دلشوره هم شروع میشه. همش فکر میکنم نکنه ماشین خراب شده باشه، یه جا دست تنها مونده باشه، یا نکنی دعوا کنی تصادف بکنی چی؟ اولا که من اهل دعوا مرافع نیستم، دوما من کار ما از این چیزا زیاد توش داره. تصادف، خرابی ماشین، دوری راه مسافر، خدا کنه همه گرفتاری ما از همین قماش باشه. چرا ساکت شدی؟ به چی داری فکر میکنی؟ خانم بزرگ بهت گفت؟ آره. خدا کنه این یکی دیگه بفهمه. چی رو بفهمه؟ که ما چه مشکلی داریم. ما چه مشکلی داریم؟ بعد این همه سال تازه میپرسی چه مشکلی داری؟ نه
قبلا هم پرسیدم ولی کسی به هم جواب نداده. اگه دکتر گفت اشکال از منه اون وقت چی؟ خدا نکنه. نه، جواب منو بده. اومدیم و دکتر گفت آقا جمال تو تا آخر عمر اجاقت کوره، اون وقت چی؟ بح، چه فکرایی میکنی تو هم؟ اصلا اگه دکتر گفت من بچه دار نمیشم چی؟ ها؟ تو چی کار میکنی؟ میری یه زن دیگه میگیری؟ به من میاد این کارو بکنه؟ نه. مولوک آقا جون اومد، پاشو برو دستاتو بشور بریم شام بخوریم، منم برم به عزیز کمک کنم سفره رو بندازیم. دیر کرد، به نظرم یه جا کار داشته. کجا کار داشته؟ نمیدونم. میگفت یه پیره مرد و یه پیره زن قراره بعد از سالها جدایی باز با هم ازدواج کنن. جمال میگفت پیره مرد مسافرش بوده. خانم حاجیان شما بفرمایید. بعد از جمال خواهش کرده که شاهد عقدشون باشه. جمال شاهد باشه؟ وا، مگه کسی رو نداشتن؟ نه، پیره مرده هیچ کس رو نداشته. سلام خانم. سلام. ببخشید من با حاجی هم هستم، فکر میکنم خانم هم اینجا بوده. بله بفرمایید، اونجا هستن. سلام. سلام. سلام مادر. سلام مادر. دیر کردی مادر، نوبتمونو دادن به کس دیگه. زهرا بلند شو برو بگو شوهرم اومد. چشم. خب اخکانون خوش گذشت. چی میگی مادر؟ زهرا بهت گفت؟ آره، جای شما خالی بود. باشه بعدم براتون تعریف کنم. باشه. معذرت میخوام، شوهرم اومد. حالا میتونیم بریم؟ خواهش میکنم بفرمایید، مریض که اومد بیرون شما برید. ممنونم. بیا، نوبت ماست. پاشو، پاشو برو دیگه. پاشو، تنبلی نکن. بفرمایید، خواهش میکنم. الو بفرمایی. گوشی. سلام خانم، من سلام. رضایی هستم، وقت داشته. خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. بله، اینجا پرونده دارید؟ یه آزمایش برای شما نوشتم، یه آزمایشم برای شما. جواب آزمایش رو بگیرید بعد بیاید پیش من. انشالله که مسئله ای ندارید، شما مشکل پیچیده ای وجود نداره. خیلی متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم. بفرمایید. خیلی ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم. با اجازه. به سلامت. خدا حافظ شما. موفق باشید. خدا حافظ. به سلامت. چقدر تقدیم کنم؟ عزیز جون. 400 تومان. چی گفت؟ آزمایش داده، هنوز نمیدونه. گفت مسئله نیست، حالا بیا بریم. خدا حافظ. به سلامت، خوش اومدین. خانم رضایی بفرمایید.
بفرمایید تو. خوبه. چیز دیگه نمیخوایم بنویسم؟ نه، یکم آبتاب بیشتری بهش بده که به دل طرف بشه. باشه. ایزه هست؟ سلام. سلام پرویز خان. سلام. به 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 آقا ناصر گل شادومات. آقا اسدالله شافنر خوب تو رو تو هچلم رفته. خب آقا اسدالله گل ما چطوره؟ خوبن، سلام دارن خدمت. بهش بگو پرویز گفت خیلی چاکرتم، میدونم از ما دلخوری، جون تو هم ما نمیتونستم بیام، میدونی که گرفتارم نمیتونم را برم، انشالله شب عروسیتون هر جور شده میام. اختیار داری. خب مثل اینکه جایی میخواستید بریم. با اجازه شما. بفرمایید. عیزه بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. خدافظ. به سلامت جانم. به سلامت. صبح نامه رو حاضر میکنم. نگران کارا نباش. خدافظ. بفرمایید. خدافظ. به سلامت. این حساب کتاب تو تموم نشده؟ برای تموم میشه. من از کارهای تو سر در نمیارم. فکر میکنی بچه های تو عقل تو سرشون نیست؟ آخه تو چرا باید حساب کتاب کار بچه ها رو بکنی؟ مگه اونا بلد نیستن؟ نه که بلد نیستن. یه بار به ناصر گفتم حساب بکنه، انقدر قراقاتی نوشت که خودشم نمیدونست چی کار کرده. برای اینکه تو میدون به هیچ کدومشون ندادی. میدونم میدادم، اونا میدونداری نمیتونستم بکنم. وا چه حرفا میزنی اسدالله خان. اون موقع بچه بودن، حالا دیگه ماشاءالله بزرگ شدن. ملوک، با شما بودم خانم. بله. بیا اینجا. بله. تو میخوای یه چیزی به من بگی؟ نه. چطور مگه؟ چند وقته انگاری یه حرفی میاد نوک زبونت، بعد قورتش میدی. چیه بگو؟ آخه خانم خانما، من که تو زندگیم چیزی رو از تو دریغ ندارم. من که واسه خودم چیزی نمیخوام، الحمدلله همه چی دارم. الحمدلله. فقط یه قصه گوشه دلمه. قصه هاتم به دلم میکشم. بگو چیه؟ موضوع آذره. آذر؟ مگه چی شده؟ چه میدونم والا، یه حرفایی میزنه که خودمم نمیدونم چی بگم. آذر دختر فهمیدیه، حالا چی میگه؟ دو سه دفعه هم میخواست به شما یه چیزی بگه، من نذاشتم. چی میخواست بگه؟ چه میدونم، دوست داره مستقل زندگی کنه، برای خودش جایی رو بگیره. پس من اون اتاقا رو برای چی ساختم؟ ده همین. آذر نمیخواد بیاد اینجا زندگی کنه. نمیخواد بیاد اینجا زندگی بکنه؟ یعنی چی؟ میگه اگه آقا عمو اجازه بده من اینجا نیام. کجا میخوان تشریف ببرن؟ جای دوری که نه، مثلا دوتا اتاق تو همین کوچه براشون بگیریم، همین نزدیکی که پیش خودمون باشه. آذر خودش این حرفو زد؟
خب مگه چیه جای دوری که نمیخواد؟ یعنی اگه اینجا باشه ما داغش میکنی؟ اسدالله خان خیلی خوب، خیلی خوب، وقتش که شد خودم باش حرف میزنم. اسدالله نه 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 ناراحت نباش، سر فرصت خودم بهش حالی میکنم که اگه اینجا باشن به نفعشه. اسدالله خان Mm-hmm.